دوستان عزیز، جهان امروز نمیتواند بنیادگرایی را شکست بدهد مگر زمانی که کانون بنیادگرایی یعنی رژیم آخوندها در ایران را هدف قرار بدهد. جرم دولت‌های مماشاتگر غرب این است که نه تنها به طور جدی به مقابله با بنیادگرایی نپرداختند، بلکه با حامی دولتی آن یعنی رژیم ایران راه سازش در پیش گرفتند و در سرکوب آلترناتیو بنیادگرایی مشارکت کردند. راستی چرا دولت‌های غرب در برابر گروه داعش و افرادی‌کری تحت نام اسلام سردرگمند؟ چرا نمی‌توانند واقعیت بنیادگرایی را هم با تهدیدهای آن و هم با ضعف عمیقش به درستی بشناسند؟ زیرا سراپا به مماشات با بنیادگرایی آغشته‌اند. ما به آنها میگوییم مماشات را متوقف کنید و جبهه خود را از کانون بنیادگرایی یعنی رژیم ایران جدا سازید. کمان که میخواهم هشدار بدهم که امتیاز دادن به این رژیم در مذاکرات اتمی برخلاف منافع مردم ایران و منطقه و برخلاف صلح و امنیت جهانی و همچنین قربانی کردن حقوق بشر مردم ایران است. همین چند روز پیش آخوندها ده‌ها نفر را به طور مخفیانه و علنی اعدام کردند، از جمله 6 زندانی سیاسی اهل سنت از جوانان برومند مردم کردستان را در حال اعتصاب قضا به دار آویختند تا بن‌بست رژیمشان را بپوشانند و از خیزش‌های مردمی جلوگیری کنند. ما از همین جا به همه این شهیدان درود می‌فرستیم. در همینجا تأکید میکنم سکوت و بیعملی در برابر این جنایات ضد بشری به بهانه مذاکرات اتمی نه تنها رژیم را در ادامه این جنایات، بلکه در استمرار پروژه های اتمی نیز تشویق میکند. آخوندها در حضیض ذلت پای مذاکرات آمدند، ولی سیاست مماشات ملاها را جریتر کرده است. این سیاست ضعیف تشویق بنیادگرایی است، پس باید به آن پایان بدهید. دوستان عزیز، گفتم که راه حل وجود دارد، زیرا مردم ایران در مقابل دیکتاتوری دینی هیچگاه سکوت نکرده و بیش از 3 دهه است که یک آلترناتیو دموکراتیک در مقابل آن برپا کردند. آلترناتیوی که جنبشی را در محور خود دارد که از اسلام اصیل و دموکراتیک پیروی می کند و بر جدایی دین و دولت تاکید دارد. یک آلترناتیو پرتوان که حامل پیام برابری زنان در همه عرصه ها به ویژه در رهبری سیاسی جامعه است. هم پایداری این جنبش و هم پیشرفت آن مرهون آرمان برابری است. حضور زنان در همه سطوح این جنبش و پایداری آنها در صف مقدم نبرد، در کوران شدیدترین فشارها و قتل عامها، مدار جدیدی از تعهد به آرمان آزادی و مدار جدیدی از استحکام و پایداری در این جنبش به وجود آورده است. آری، جنبشی که از آرمان خود سرشار می شود و اسیر تعادل قوای زمانه نیست، پایدار می ماند، پیشروی می کند، جوشان و پرتراوده است و نو به نو ارزش هایی می آفریند که مایه استقامت امروز و سازنده فرداست.
ارزش‌هایی همچون اصالت دادن به عشق و عاطفه و دوستی و مایه گذاری برای همرزمان در نقطه مقابل رقابت، حسادت و حسد دیگری. در یک کلام، اصالت عشق در مقابل کینه. همچنین ناامید نشدن و سرخم نکردن در مقابل سختی‌ها، به رغم مشکلات و طولانی شدن نبرد. باید بگویم که این ارزش‌ها فقط متعلق به زنان و مردان پیشتاز ایران نیست، بلکه در هر جا که ظلم و نابرابری هست، کلید پیشرفت و رهایی است. این راه و رسمی است که به امید و مبارزه فرا می‌خواند و ایستادگی و استقامت را ترویج می‌کند. شما و حالا شما خواهران عزیزم، زنان آزاده در سوریه، عراق، فلسطین، تونس، مصر، اردن، یمن، لیبی، الجزایر، مراکش، افغانستان، هند، پاکستان، اروپا، آمریکا و سراسر جهان، همه شما را به تشکیل و گسترش یک جبهه پرقدرت علیه بنیادگرای اسلامی، تروریسم و بربریت تحت نام اسلام فرا می‌خوانم. حضور مردان آزادی‌خواه و ضد بنیادگرا در این جبهه البته جای ویژه‌ای دارد. بله، وقتی که کشتار کودکان ما در پاکستان تحمل می شود، وقتی که ربودن دخترانمان در نیجریه و کشتار و آوارگی گسترده زنان و کودکان در سوریه به یک واقعه معمولی تبدیل می شود، وقتی که نسبت به اعدام ریحانه و پاشیدن اسید به صورت خواهرانمان در ایران هیچ واکنشی دیده نمی شود، این نیروی زنان است که می تواند و باید بپاخیزد. این صدای زنان، اعتراض زنان و اتحاد زنان است که می تواند و باید روند این فاجعه را متوقف کند. به دلیل این مسئولیت تاریخی، تغییر این شرایط تعهد همه ماست و باید برای آن دست به کار شویم. برای برابری حقوق زنان در همه پهنه‌ها، از حق انتخاب پوشش و لغو حجاب اجباری تا حق مشارکت برابر در رهبری سیاسی جامعه. باید جهانی بسازیم بر اساس عدالت، آزادی و برابری و آری. بنای چنین جهانی به دست زنان قطعاً ممکن است. از اینجا از اینجا به همه خواهرانم در سراسر ایران درود می‌فرستم. به زنان دلیری که هم‌اکنون در زندان‌ها ایستادگی می‌کنند، به زنان جوانی که صدایشان رساترین صدای اعتراض‌های امروز ایران است، به زنان معلم که در همین روزها وسیعاً در جنبش اعتراضی معلمان ایران شرکت کرده‌اند، و همچنین به خواهران کارگر، کارمند، پرستار
و به دختران دانشجو و دانش آموز. بله، به همه شما میگویم که امروز رسالت آزادی ایران بر دوشهای شماست. شما الگوهایی از چند نسل از زنان شهید، از فاطمه امینی، اشرف رجوی، اعظم روحی آهنگران، مرضیه اسکویی و ستارگان تابناک اشرف، زهره و گیتی، سبا و آسیه و مهدیه و فریده و رازیه را پیش روی خود دارید. و هم اکنون مبارزه هزار زن قهرمان در شورای مرکزی مجاهدین، به ویژه در رزمگاه لیبرتی، روشنگر راه شما در نبرد با بنیادگرایی است. اجازه بدهید در اینجا همگی ما هم صدا شده و به جامعه جهانی، به دولت آمریکا و اتحادیه اروپا و ملل متحد بگوییم که بزرگترین جنبش زنان پیشتاز در لیبرتی، امید و الهام بخش زنان ایران و سرمایه جنبش‌های برابری طلب جهان هستند و نباید حق حفاظت و امنیت آنها را نادیده بگیرید. بگذارید با صدای بلند بگویم، اگر امنیت مجاهدان لیبرتی را تضمین نمی کنید، باید بخشی از سلاح‌های حفاظت فردی آنها را برای دفاع و حفاظت از خودشان در برابر نیروی قدس و شبه نظامیان رژیم ایران به آنها بازگردانید. در غیر این صورت دارید ضحاک ماردوش بنیادگرایی را تقضیه می کنید. مردان آزاده در سراسر جهان میخواهم که برای حفاظت از حقوق مجاهدان لیبرتی و مبارزه با فاشیسم دینی حاکم بر ایران، این جبهه علیه بنیادگرایی را هرچه قوی تر کنید. آری، لحظه ای از تاریخ در پیش است که به رغم تیرگی ها و تباهی ها جهان از کابوس بنیادگرایی نجات می‌یابد و این بختک شوم از سرنوشت ملت‌های خاورمیانه برمی‌خیزد و این با همبستگی ما و شما قطعاً تحقق می‌یابد. بله، می‌توان و باید درود بر همه شما.